مردم روز به روز خالی و خالی تر می شوند، چرا که نرخ ارزاق عمومی هفته به هفته و حتی روز به روز بالا می روند. روز 30 مهر خبرگزاری حکومتی ایلا نوشت، رئیس انجمن صنفی کارگری نانوایی های استان اصفهان گفت به دلیل افزایش قیمت ناگهانی که بر اثر طرح هدفمندی رخ داد، قدرت خرید مردم کاهش یافته و میزان خرید نان از نانوایی ها کاهش یافته است. معنی این حرف این است که مردم حتی قادر به تهیه نان مکمی نیستند. افزایش برخی از اقلام خوراکی بر اساس گزارشات خبرنگاران سیمای آزادی و اعترافات رسانه‌های حکومتی ظرف 2 هفته اخیر دامنه تاراج سفره‌های مردم بر اثر گرانی‌ها را بیشتر نمایان می‌کند. قیمت مرغ از 4500 تومان به بالای 5000 تومان افزایش یافته است. رژیم رسماً قیمت انواع روغن خوراکی را 17% افزایش داده که در بازار آزاد تا 28% نیز افزایش قیمت رواج دارد. به طوری که همکنون روغن نباتی 5 کیلویی از 14000 تومان به 17000 تومان. در بخش لبنیات نیز قیمت‌ها همچنان پرواز می‌کنند، به نحوی که پنیر بسته 2000 تومان به 3800 تومان رسیده. ماست بسته 5800 تومان به 7000 تومان افزایش یافته. نوع دیگر ماست از هر کیلو 1450 تومان به کیلویی 2140 تومان رسیده است. شیر از هر لیتر 1000 تومان به 1900 تا 2100 تومان رسیده است. همچنین قیمت هر کیلو شکر از 960 تومان به 3000 تومان رسیده. روز 17 مهر روزنامه حکومتی جمهوری از افزایش 2 برابری قیمت خرما خبر داد. خرمای کیلوی 750 تومانی به 1500 تومان و خرمای کیلوی 1200 تومانی به 2500 و تا 3000 تومان افزایش یافته است. این میزان از گرانی ها روز به روز از قدرت خرید مردم کاسته است. ما برای اجاره خونه، برای خرید محصولات غذایی، کالا، هر چی باید چندین برابر بدیم. آیا درآمد ما انقدر شده؟ وقتی کاسب کار توان تأمین حداقل های هزینه زندگی را ندارد، بیش از 12 میلیون حقوق بگیران ثابت در کشور چگونه می توانند حداقل های زندگی را تامین کنند؟ بر اساس آمارهای رژیم از حدود 2.5 میلیون گرسنه در سال 86، همکنون شمار گرسنگان در ایران از 3 میلیون و 750 هزار عبور کرده است. یک خانم معلم از تهران در مورد ابعاد فقر و مشکلات اقتصادی خانواده ها که در مدارس و دانش آموزان بازتاب پیدا کرده می گوید این مشکل که مدرسه که الان من هستم بیشتر توی این جلد اولیامون ما مشکل الان اقتصادی رو دارن توی مدرسه جلد من توی محدوده که هستم این مسائل اساسی ترین مسائلیه که باش مواجهیم در صد خیلیه من به نظر من 50% هست دارم اولیایی که این مسائل هست یعنی من چرا باید اینجا بچه بی رضایتی داشته باشم که یه تغذیه داشته باشه من باید حداقل این تنها کاری که میتونم این بکنم یه لقمه به این بچه بدم بخوره و بتونه به پنج کلاس بتونه بشینه چرا باید اینجوری باشه امسال که دیگه بیداد میکنه جامعه ما وضعیت اقتصادی که جامعه ما داره بیداد میکنه همه دست به گریبان هستن من این که کارمند دولت هستم دست به گریبانم وای به اونی که مشکلات اینچنینی داره